همینان گرامی، من حسین مهدی هستم و برنامه چهره ها و گفته ها رو خدمت شما ارائه میدم به کارگردانی آقای بهروز مشکینیار. همینان عزیز، این روزها ماشین تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی سخت کوشش میکنه که آب تطهیر بر وجود تطهیر نشدنی علی فلاحیان بریزد، یکی از تبهکارترینان در جمهوری اسلامی. ما در اینجا به دیدار جناب آقای ایرج مستاقی می رویم، چون ایشون تقریبا میشه گفت تمامی بیوگرافی های اینها رو آماده کردند. ببینیم درباره او چه میگویند. سلام بر شما جناب آقای مستاقی. سلام میکنم به شما جناب مهری، همچنین به بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، هر جایی که صدای ما رو میشنوند یا تصویر ما رو میبینند. خیلی ممنون ازتون قربان. این جمهوری اسلامی یک مصاحبه‌گر داره به حساب خودشون، مصاحبه‌گر چیره دست نیست. این روزها هی مصاحبه میکنه با آقای علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دوره رفسنجانی در دو بار در دو هیئت دولت. بفهمید آقای مستاقی، این آقای فلاحیان از کجا آمده بود؟ ببینید، موضوع فقط در فلاحیان هم خلاصه نمیشه. تقریبا میتونم بگم این روزها دارن تمامی چهره های جنایتکار و سرکوبگر دهه 60 رو به عنوان ضد خشونت یا حتی اصلاح طلب یا کسانی که در واقع رعوف بودن و به خاطر حتی از دست دادنشون زندانیان سیاسی عزا گرفتن یا نمیدونم سرود ساختن، ترانه سرودن، اینا راجع به لاجوردی میگن، اینا راجع به موسوی تبریزی میگن و حتی راجع به گیلانی بحثای انحرافی زیادی رو مطرح میکنن، کسانی که دست در خون داشتن و جز اعدام، جز کشتار، جز شکنجه هیچ چیزی ما از اونها سراغ نداریم. در ارتباط با آقای فلاحیان هم همینطور. ببینید، فلاحیان در واقع متولد نجف آباده و بزرگ شده آبادان بوده و بعد هم ایشون یکی از دانش آموختگان مدرسه حقانیه. مدرسه حقانی هم همونجور که میدونید یکی از مراکز دشخیم درست کنیه، یکی از مراکز آدم کش درست کنی در رژیم جمهوری اسلامی. دشخیم پرور بودن. بله، دشخیم پروره. از همون ابتدا اکثر کسانی که دانش آموخته این مدرسه بودن دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی رو تشکیل دادن. من میتونم بگم کمتر کسیه که در رده بالا دستگاه اطلاعاتی امنیتی بوده باشه و از این مدرسه عبور نکرده باشه. آقای نمیدونم ایشون فقط نیست، آقای یونسی هستن، دوباره وزیر اطلاعات بودن، آقای نعیری بودن، رئیسی بوده، حتی پور محمدی بوده، رازینی بوده، اژه‌ای بوده در مراحلی و تقریبا هر کسی که شما میبینید یه دوره ای از اونجا عبور کرده. افراد دیگه هم بودن، حتی امروز شما قائم مقام رئیسی رو میبینید در توریت آستان قدس رضوی، ایش که وزیر دادگستری در دولت احمدی نژاد هم بود، ایشون هم از همون دانش آموختگان مدرسه حقانی هستند و در هر صورت آقای فلاحیان هم همینطوره. مبارزه آنچاره در حتی معمول روحانیون رو در زمان شاه هم ایشون نداشته یا لااقل هنوز نتونستن براش دست و پا کنن، چون میدونید خیلی از این آخوندها بعد از انقلاب برای خودشون سوابق آنچنانی رو فراهم کردن. حالا اگه تو گوشی از یه پاسبان خوردن یا یه هفته یه روز اینا سواک بازداشتشون کرده یا دو دفعه تبعیدشون کردن، اینا شده سوابق مبارزاتی اینا. ولی راجع به فلاحیان این هم در دست نیست. ولی از اولین روزهای بیروزی در واقع انقلاب یا سقوط نظام سلطنتی ایشون به آبادان رفته. آبادان به چه دلیل این رفته؟ برای اینکه آبادان شهر بسیار بسیار مهمی بود، مثلا کارگران نفت بود و خود شرکت نفت که میدونیم اعتصاب اونها تاثیر مهمی گذاشت در وضعیت اقتصادی دوران شاه و حتی بحران هایی که اون موقع وجود بود.
بنابراین در دولت جدیدی که سر کار اومده اینا از آبادان حراس داشتن. یک. دو، مسئله مهم دیگه‌ای که در آبادان بود مسئله سینمارکس آبادان بود که توسط وابستگان رژیم این سینمارکس آتش زده شده بود و عملا نیاز داشتن به حل بحران در اونجا. بنابراین این فرد به اونجا میره و حزب جمهوری اسلامی رو اونجا راه اندازی میکنه، کمیته ها رو راه اندازی میکنه، خودش مسئول کمیته است و بعد هم همراه با موسوی تبریزی اون موضوع دادگاه سینمارکس رو اداره میکنن و خب هممون هم میدونیم که چجوری پرونده رو تغییر مسیر دادن و عده بیگناه رو اونجا به قتل رسوندن و خب این رابطه این دوتا داشتن. بعدن ایشون در مقام حاکم شهر توسط شخص قدوسی، میدونید قدوسی نقش بسیار بسیار مهمی در ویرانه کردن دستگاه قضایی ایران، در از بین بردن عدالتخانه که یکی از دستاوردهای انقلاب مشروطیت بود به عهده داشته، کمتر راجبش صحبت شده به خاطر اینکه در سال 60 توسط بمبگذاری که مجاهدین در داستانی کل انقلاب اسلامی در چاره قصد کردن به قتل رسید، بنابراین کمتر تو صحنه بوده ولی نقش مهم داشته در این ویرانه کردن. ایشون در فروردین سال 60 رفت کرمانشاه. باز کرمانشاه استان مهمی بود، اونجا حاکم شهر شد و بیرحمی های زیادی در اونجا از خودش نشون داد، از جمله یکی از زندانیان سیاسی به نام جواد قندی رو که از قبل میشناخت تو زندان، اونجا اومد وقتی شناساییش کرد همون موقع همراه با مصری، این مصری بعداً وزیر رفاه بود در دولت احمدی نژاد و نماینده مجلس و از اعضای مؤتلفه است، این همونجا بهش گفتش باش بگو مگویی شد و گفتش که تو رو به زودی به جهنم واصلت میکنم، که اونم گفت تو الان هم اسلحه داری هم محافظ، اینا رو بذار کنار نشون بده کی کی رو به جهنم میکشه. به همین دلیل کینه اونو به دل گرفت و شب اونو اومدن بردن، همون شب اونو بردن و فقط یک تیر به او زدن، اونم در بیزش زدن، اومدن تو حیات بند قرنطینه اونجا گذاشتن تا صبح جون داد و به زندانیا گفته بودن میتونید از پنجره نگاهش کنید، که در حالی که روی زمین کنار دیوار بود. میخوام بگم این بیرحمی ها رو این از ابتدا داشت، به همین دلیل او رو فرستادن مشهد، در اونجا جنایت کرد و بعد هم اومد تهران، در واقع شد دست راست موسوی تبریزی. موسوی تبریزی داستان کل انقلاب اسلامی بود، داستان کل انقلاب اسلامی بود بعد از کشته شدن قدوسی و خب چون اینو میشناخت اینم اومد تهران و عملا در دوین بود، نقش مهمی داشت در اون ستاد مشترکی که برای هماهنگی دستگاه اطلاعاتی امنیتی بود و موسوی تبریزی تلاش میکرد لاجوردی رو برکنار کنه، نه اینکه لاجورد با لاجوردی در واقع خوب جنایت نمیکرد یا مثلا مشکل داشت که تو چرا زیاد جنایت میکنی یا به قول معروف چرا خارج از قاعده عمل میکنی، نه، برای اینکه هماهنگتر بود با فلاحیان، برای اینکه با فلاحیان میتونست به زعم خودش به دعوه احسنی سرکوب رو پیش ببره و قدرت خودش هم داشته باشه، چون اینا با هم نمی ساختن، لاجوردی زیر بار کسی نمی رفت، زیر بلیت کسی نمی رفت، خودش برای خودش یه حکومت داشت لاجوردی حالا، و به همین دلیل بود تلاش میکرد اینو کنار بذاره ولی نتونست. خمینی بالاخره پشت لاجوردی در اومد، احمد خمینی پشت لاجوردی در اومد و رفسنجانی، این سه چهره نقش مهمی داشتن در اون سالهای اول دهه 60 برای نگه داشتن لاجوردی در پست داستان انقلاب اسلامی مرکز. به همین دلیل این درگیری ها موجود بود تا اینکه وقتی رفسنجانی وقتی که ری شهری شد وزیر اطلاعات، او رو همراه خودش برد به وزارت اطلاعات و شد قائم مقام وزیر اطلاعات، پیشتر از اونم رئیس کمیته های مرکز بود. موقعی که رئیس کمیته مرکز بود عملا برای خودش حکومتی ایجاد کرد، همین آقای فلاحیان، یعنی سعی کرد حتی یکان هلیکوپتری درست کنه، یعنی هوایی درست کنه، زمینی درست کنه و یه چیزی که حتی عزت شاهی یکی از گردانندگان کمیته مرکز که با او هم مشکل داشت از زندانیان سیاسی زمان شاه بود، میگفت این میخواد برای خودش سازمان سیا درست بکنه، یعنی تو کمیته مرکز.
و خب ببینیم اینو میبرنش وزارت اطلاعات، با این نگاه تو وزارت اطلاعات میره و قائم مقام وزیر رفسنجانی موقعی که فرمانده کل قوا میشه اینو میبره پیش خودش. میدونید رفسنجانی علاقه زیادی به فلاحیان داشت و او رو به ستاد فرماندهی کل قوا برد، رئیس بازرسی ستاد فرماندهی کل قوا کرد در دوران جنگ، پست مهمی بود. خمینی هم ارادت ویژه‌ای به فلاحیان داشت به خاطری که او رو کرد دادستان دادگاه ویژه روحانیت، یعنی نقش مهمی داشته باشه در سرکوب روحانیون، به خصوص به خاطر اینکه موضوع آیت الله منتظری بالا گرفته بود و آیت الله منتظری و از طریق برادر دامادش رو که سید مهدی هاشمی بود میخواستن پرونده سازی کنن و ایشون رو تضعیف و حذف کنن. بنابراین نقش مهمی رو فلاحیان داشت. اونجا یک در واقع فلاحیان همراه با محسنی اژه‌ای در کنار هم دیگه بودن به عنوان دادستان و نماینده دادستان در دادگاه، در دادگاهی که خب میدونیم رازینی رئیسش بود. اینا اونجا با هم دیگه تونستن با پرونده سازی که از قبل ری شهری کرده بود مهدی هاشمی رو حذف کنن. بنابراین این سوابق رو داشت و در کشتار 67 هم نقش داشت، به خصوص در غرب کشور. دادگاه غرب کشور زیر نظر او بود به خاطر اینکه خمینی یه حکمی داده بود در مرداد ماه سال 67 قبل از کشتار زندانیان سیاسی که نظامی ها رو بکشن، سپاهی ها رو بکشن تحت این عنوان که اینا باعث شکست در جبهه ها شدن. حکم بسیار بیرحمانه است، منتها رفسنجانی چون مخالف این امر بود، به خصوص بعد از حمله مجاهدین به یا که اون هم عملیات فروغ جاویدان که اینا ازش به عنوان مرصاد نام میبرن، سعی کرد سر این حکم رو به چرخونه ببره توی کسانی که تو اون عملیات دستگیر میشن، تو مردمی که اونجا مثلا با مجاهدین همکاری و همراهی کردن. دادگاه های ویژه‌ای رو در غرب کشور اینا ایجاد کردن. محمد سلیمی که بعدها در دادگاه ویژه روحانیت جنایات بسیار زیادی رو مرتکب شد، در دهه 60 جنایات خیلی زیادی رو مرتکب شده بود در غرب کشور و ایشون ریاست دادگاه رو داشت، فلاحیان اداره کنندش بود، در اونجا حضور داشت از موضع بازرسی کل کشور، از موضع قائم مقام بازرسی کل نیروهای مسلح یا همون فرماندهی کل قوا و همچنین اموزه قائم مقام وزیر اطلاعات. بنابراین این نقش رو در اون کشتار داشت فلاحیان، بعدها هم که خب تبدیل شد به وزیر اطلاعات. میدونی در اولین دولت رفسنجانی علارغم مخالفتی هایی که بود رفسنجانی او رو به عنوان وزیر اطلاعات معرفیش کرد و در دور دوم رفسنجانی مایل نبود او رو انتخاب کنه. با فشار خامنه‌ای او به وزارت اطلاعات برگشت. رفسنجانی البته نه که اون میخواست کامل کنار بذاره، میخواست اون رو وزیر کشور بکنه به جای عبدالله نوری و کس دیگه ای رو وزیر بکنه. در هر صورت این مقدمه بود از جنایاتی که اون مرتکب شده تا رسیده به وزارت در نظام جمهوری اسلامی. آقای مستقی، من در یک بیوگرافی درباره همین آقا خواندم که او علاقه زیادی به زبانهای خارجی داشته و به زبان انگلیسی مسلط بوده. اینها جزء خیالاتشونه؟ بله قطعا خیالات. نه خیر، اینا هیچ کدومشون هیچ زبانی رو، شما میبینید آقای روحانی به اصطلاح دکتراشو از دانشگاه کالیفرنیا در گلاسکو گرفتن اسکاتلند، ولی عاجز هستن از بیان یک جمله ساده به زبان انگلیسی. البته چند ماهی هم تازه لندن بودن قبل از انقلاب و بماند که در سابق هم لیسانس علوم قضایی گرفته ولی زبان انگلیسی بلد نیست. هادی غفاری ادعا میکنه که شاگرد اول انگلیسی بوده و چند تا زبان بلده، یک جمله نمیتونه به کار ببره. شما احمدی نژاد رو هم دیدید؟ نه خیر، اینا هیچ کدومشون هیچ زبانی رو بلد نیستن و اینا خب بگم برای خودشون رزومه درست میکنن. شما ببینید خیلی از اینا همشون چند تا دکترا دارن، در صورتی که هیچ دانشگاهی نرفتن. حتی ببینید کسایی مثل
پور محمدی یا رئیسی او کلاس های معمول حوزوی هم نرفتن. اژه‌ای در دهه 80 در دهه 60 یعنی 80 میلادی دهه 60 اصلا لباس نوحاریت نداشت، هنوز ملبس به لباس نشده بود. خب ما اینا همه رو میدیدیم، اینا در 3-4 دهه گذشته همش در قتل و جنایت و کار اجرایی و کار قضایی و کی درس خوندن، کی به قول خودشون دود چراغ خوردن، کجای هم چه اتفاقاتی افتاده، یه زبان رو کجا یاد گرفته. نه اینا همش دروغه، همش دروغه. بفهمین که نقشش در قتل‌های زنجیره‌ای چگونه بوده؟ ببینید دو تا نقش داره، یه نقش در تروریسم خارج از کشور داره، یه نقش در تروریسم داخل کشور و در قتل‌های زنجیره‌ای. اینم برمیگرده به خود نگاهی که اینا داشتن، یه تحلیل اطلاعاتی داشتن. ببینید تحلیل اطلاعاتی اینه، خامنه‌ای شده رهبر، یک آخوند دونپایه رو، کسی که خودشون میگفتن خطیب، خطیب دیده بودید شما اگه یادتون باشه زمان سابق زمان شاه، مثلا تو یه دونه جا مسجدی که یه نفر خواست صحبت بکنه میمیشتن خطیب توانا، بعد یه دانشمند هم میذاشتن کنارش. این یعنی طرف روزخونه. حالا یه سری روزخونه مدرن در میشده، یه سری نه. حالا اینکه پیپ هم دستش میگرفت و یا مثلا تو شعر هم میخوند و یا توی مجلس ادبی خراسان هم میرم، اینا هیچ کدومشون با معیارهای آخوندی نمیخونه، هیچ کدومشون با معیارهای حوزوی نمیخونه. بعد از انقلاب هم همین وضعیت داشت، شما یادتونه در موقع رئیس جمهوریش پیپ میکشید، عصا دست میگرفت و سعی میکرد که به اصطلاح یک وجهه امروزی به خودش بده. بعد که یهو ولی فقیه شد، ریشیشو پهن کردن، سفید کردن، بعد رو زمین میشست و این بازیایی که در میومد. خب شما ببینید یه آخوند دونپایه شده رهبر، برخلاف خمینی که بالاخره مرجع تقلید بود، با مشروعیت انقلاب اومده بود، مذهبی داشت، همه اینایی که در قدرت بودن شاگردای بودن. حالا توجه داشته باشید که همه اینایی که در قدرتن حکم استادی به خامنه ای دارن، حکم استادی به استاد خامنه ای دارن. بنابراین خامنه ای حالا بخواد اینجا بشه رهبر، میخواد بشه ولی فقیه، این مشکله و باید همه رو ساکت کرد. در سطح بین المللی هم یعنی در خارج از کشورم رژیم با مشکل مواجهه. اونجا این تحلیل رو میکنن، ممکنه ما به بحران بخوریم، امام هم نیست، بنابراین بیاییم اونایی که آلترناتیو هستن یا امکان هستن رو بکشیم. به همین دلیل بود که نیروشون رو گذاشتن رو از همون ابتدا اگر ملاحظه کنید رو کشتن آقای مثلا قاسملو، رو کشتن زنده یاد بختیار، به عنوان که کسی که فکر میکردن میتونه تو لحظات بحرانی به عنوان یه چهره مطرح بشه. خب و آقای برومند میکشتن، هر کی دستشون میرسید میکشتن. حالا اگر نتونستن، خب مسعود رجبی در عراق بود، امکان اینجوری رو نداشتن، ولی حتی اونجا هم اگه یادتون باشه رفتن که عملیات بکنن و بمباران هوایی کردن. خب اینها رو مد نظر داشتن و بسیار هم نیرو گذاشته بودن روش، ولی خب موفق نشدن، یا محدودیت هایی که داشتن. در رضا پهلوی رو نمیتونستن چون در امریکا بود، رژیم میدونست امریکا در واقع خط قرمز براش، به خصوص که یک مشکلی که اینا داشتن این بود که 8 ساعت حداقل فاصله پروازی بین امریکا و اروپا تازه، و این میتونه، این فاصله میتونه باعث بشه که مامورین اینها به تور بیفتن تا بخوان از امریکا حرکت کنن و خودشون رو به اروپا برسونن تا از اونجا فرار کنن و پیشه بشینن. به خاطر همین کمتر در کانادا و امریکا اینا دنبال این موضوع میرفتن، برای هر کی میرسیدن میکشتن. و بعدها میبینید این تروریسم رشد پیدا میکنه، حتی یه موقعی میرن در آمیا بمب گذاری میکنن، در میکونوس آدم میکشن، دو تا پرونده ای که فلاحیان براش حکم جلب بین المللی هست و مرکز یهودیان رو اونجا از منفجر کردن و اینجا هم که خب رهبران کل رو به قتل رسوندن. بنابراین پرونده بسیار بسیار جنایتکارانه فلاحیان داره. یا دکتر کاظم رجبی رو در سوئیس کشتن فقط به خاطر اینکه نقش مهمی داشت در تصویب قطعنامه‌های نقض حقوق بشر در ایران، از او انتقام گرفتن. بنابراین دامنش تا فرخزاد میره و همینطور
میبینیم در داخل کشور ببینید رهبران مسیحی رو به قتل میرسونن. پایکوسفیان نمیدونم میکائیل تاتاوس میکائیلیان از اون طرف آقای مهدی دیواج سعی میکنن پای مجاهدین رو پیش بکشن تو درگیری هایی که بالاخره با اینها دارن یا داشتن و یه پرونده سازی میکنن، سه تا دختری رو میارن اونا رو متهم میکنن و بعد بمبگذاری در حرم امام رضا است. ببینید هیچ حریمی رو اینا محترم نمیشنورن. در ظهر عاشورا امام رضا رو منفجر میکنن، اون همه ده ها آدم کشته میشه، صد ها آدم زخمی میشن. اینا جنایاتی است که فلاحیان مرتکب شده با بیرحمی و بعد خب میبینید رهبران سنی رو میکشن، چه در کرمانشاه، چه در بندرعباس، چه در سیستان و بلوچستان و چه در پاکستان. تقریبا هر کسی رو که فکر میکنن میتونه برای سنی ها عنوان یه رهبری باشه، روشن فکری باشه یا پیشوایی باشه، اونا رو میکشنشون. و بعد میرسه به روشن فکران که در صحنه سیاسی هم فعال نبودن ولی خب همه اینا رو سعی میکنن ببینم آقای تفضلیه، نمیدونم زالزاده است، نمیدونم حتی دامنش میاد تا بعد از دوران فلاحیان که کنار رفته، ولی خب میدونید فروهرینا یا آقای نمیدونم مختاری پوینده اینا ادامه همون سیاست دوران فلاحیانه و حتی با فلاحیان راجع به این گفتگو میشه. بعد به انداختن اتوبوس روشنفکران و نویسندگان به دررس که به طور معجزه‌آسایی جون به در میبرن و حالا میبینید فلاحیان تو همین برنامه با وقاحت میاد میگه این مال یه رمانه، این رمان رو حالا روی ما سوار کردن. ببینید و این افرادی که این ادعا رو میکنن میخوان معروف بشن. ده ها شاهد موجوده برای این موضوع و متاسفانه به خاطر اینکه دولت آقای خاتمی سر قطرهای زنجیری به دلایل مختلف مماشات کرد با خامنه‌ای، مماشات کرد با جناح قدرت، مماشات کرد با بهد رهبری، سپاه پاسداران، نهادهای سیاه، بسیاری از این ها از پرده بیرون نیفتاد و خب حالا میبینیم فلاحیان میتونه بیاد همچین ادعایی رو مطرح بکنه، در صورتی که برای اینا مسجله که احمد خمینی رو کشته. شما ملاحظه کنید هیئتی که بررسی میکرده، هیئت سه نفره‌ای که بررسی میکرده قتل زنجیری رو، مرکب از سرمدی، علی ربیعی و یونسی، حسن خمینی رو خواستن، بهش گفتن اینا پدرت رو کشتن. آقای عمادالدین باقی اینو مطرح کرد در دادگاه، اینو به عنوان کیفرخواست آوردن برای عمادالدین باقی. عمادالدین باقی اونجا مطرح کرد، گفت اینکه کاری نداره که آقای سید حسن خمینی اینجا هست، برید بیاریدشون، خودشون ایشون اینجا بهتون بگن. دادگاه دید دیگه صلاح نیست، وارد این موضوع نشد و این رو حذف کردن از اتهامات آقای عمادالدین باقی. بنابراین شما ملاحظه کنید اینا چرا سید احمد رو کشتن؟ به یک دلیل، به همونی که عرض کردم، خامنه ای برای اینکه ضعیف بود. خامنه ای مشروعیتش از چی گرفته بود؟ خامنه ای چطوری اومد بشه رهبر؟ به یه دلیل، یک جعلی که کردن از یک خاطره، احمد خمینی در شریک بود، گفت بله امام نشسته بود این پا تلویزیون، گفت ایشو خوبه. بعدا خواهرش اومد گفتش که امام آقای رفسنجانی هم گفته بودن. اینو جعل کردن، رفسنجانی و ایشون و چند نفر دیگه در شورا، در همون مجلس خبرگان، و خامنه ای شد رهبر. خب خامنه ای همیشه این خطر رو احساس میکرد چون با یه روایت جعلی شده بود رهبر. حالا احتمال داشت تو هر موقعیت دیگه ای، به خصوص چون احمد خمینی لب به سخن گشوده بود، لب به اعتراض گشوده بود، حتی یه جایی داشت نزدیک میشد یا میخواست نزدیک بشه به آیت الله منتظری. خب اینا همش هست، خدا آیت الله منتظری هم میگن. و از طرف دیگه این احساس خطری که خامنه ای میکرد او رو حذف کردن. برای چی؟ برای اینکه دیگه خامنه ای کسی نباشه بخواد مشروعیت رو زیر سوال ببره، احمد هم که نباشه دیگه او میتونه هر گونه که میخواد پیش ببره. ببینید احمد خمینی کافی بود تو سال 88 زنده باشه،
کافی بود بیاد بگه یه روزی مثل همچین داستانی بگه من پای تلویزیون نشسته بودم، میر حسین موسوی تلویزیون داشت صحبت میکرد، امام گفتن احمد تو فرزند خونی من هستی، میر حسین فرزند ایدئولوژیک من. حالا بره تمام یه همچین روایتی میتونست تمام رشته های خامنه‌ای رو بند بکنه. بنابراین حذف احمد خمینی یکی از پروژه هایی بود که ایشون دنبال کرد برای آینده نظام، برای آینده خامنه‌ای. در آقای مستقی طراحی ترورهای میکنوس هم با او بوده؟ بله بله، ایشون ببینید چند تا سفر داشتن به آلمان، دیدار و گفتگو با اشمیت بایر داشتن رئیس سرویس امنیتی آلمان، او حتی به ایران اومده بود. بحث اصلیشون هم داستان میکنوس بود چون بالا گرفته بود. حتی زمانی که فلاحیان در آلمان به سر میبرد دادگاه در جریان بود، خود سرویس امنیتی آلمان فلاحیان رو در جریان گذاشت که انقریب میخوان حکم جلب تو بدن، یا عذر میخوان هنوز به حکم جلب نرسیده بود، حتی گفتن دادگاه میخواد که اینو فرا بخونه به دادگاه برای اینکه از خودش دفاع بکنه. دیدن اوضاع خوب نیست، او بلا فاصله آلمان رو ترک کرد. یعنی حتی خطر این بود که او رو به دادگاه ببرن و یا چه بسا اتفاقاتی براشون بیفته. اینه که بله ایشون در اون پرونده بود. و البته باز یه موضوع دیگه خدمت رو بگم، دستگیری فرج سرکوهی ارتباط داشت و پروژه‌ای که میخواستن سرش پیاده کنن ارتباط داشت با دادگاه میکنوس. به چه ترتیب؟ ببینید اینا از قبل فرج سرکوهی رو دستگیر کرده بودن، یه مصاحبه اجباری ازش گرفته بودن، بعد آزادش کرده بودن، بعد نمیدونم توی همین دوران با جعل و اینها تونسته بودن یک سند ماشین بفروشن، سند ماشین بزنن. ببینید همه سناریو رو جور کرده بودن که فرج سرکوهی رو وقتی تو فرودگاه دستگیرش کردن، یک نفر رو با پاسپورت یا با نام فرج سرکوهی، با نام فرج سرکوهی متو با یک حالا عکس دیگه یا به هر ترتیب دیگه که میگن احتمالاً خسرو براتی بوده، این رو به آلمان فرستادن. ایشون احتمالاً وارد آلمان شده. منتها زرنگی که آلمان ها کردن این بود که به محض اینکه رژیم گفت فرج سرکوهی به آلمان رفته، دولت آلمان به خاطر اینکه متوجه شده بود که خانواده فرج سرکوهی میگن اون نیومده، ما تو فرودگاه وایسیدی اصلا چه کسی نیومده، اونا فهمیدن یک حقه اطلاعاتی و امنیتی است. بنابراین دولت آلمان اساسا نپذیرفت که کسی به نام فرج سرکوهی وارد آلمان شد. حالا اگه بیاید تصور کنیم که دولت آلمان میپذیرفت که فرج سرکوهی ماده تو آلمان، اینا میخواستن فرج سرکوهی رو بکشن، بعد از دولت آلمان جنازش رو طلب کنن، بگن آقا جنازه فرج سرکوهی شهروند ما که اومده آلمان جنازش کن. این هدف فلاحی ها اینا بود و از این که میگفتن این رفته آلمان. بنابراین این مون رو دستشون، به خصوص بعد از اون نامه‌ای که فرج سرکوهی نوشت و این نامه توسط پیروز دوانی پخش شد، عملا اینا دستش تو پوست گردون بود. بعد مجبور شدن فرج سرکوهی رو به اتهامات دیگری دوباره دستگیر کنن به خاطر خروج تلاش برای خروج نمیدارم فلان انتشار نامه و خروج از قانون غیر قانونی و اینها. بالاخره یه سال حکم بهش دادن و خب پیروز دوانی رو بعدن دستگیرش کردن در شهریور 77 و در همون داستان قتل‌های زنجیره‌ای اون رو هم به دستور محسنی اژه‌ای به قتل رسوندن. بنابراین میخوام بگم که نه تنها نقش داشت، در سناریوهای بعدی که میچیدن برای انحراف دادگاه، برای مقابله با دولت آلمان ایشون دست داشت، توطئه‌های مختلفی رو هم اجرا کرده. البته باز تاکید میکنم موارد دیگری هست، یعنی انفجار خبار هست در عربستان که وزارت اطلاعات دست داشته و ارتباطات کسانی که اون عملیات انجام دادن با ایران حتی به دست اومده، شنود شده است، امریکایی‌ها اطلاعات دقیق دارن نسبت به موضوع اون تای مطلب. خب اینا همش جزو سوابق این آدم هست. دایره قتل‌های زنجیره‌ای فقط هم به اینا نبوده، یه کسایی مشکلات شخصی فلاحیان بودن، لااقل حداقل سه نفر، یکیش سیامک سنجری بوده به خاطر روابطی که با پسر این آدم داشته به قتل سوندنش. بیرحمی فلاحیان رو میخوایید
متوجه بشید اونجاست که ایشون وقتی که فرمان قتل رو میده به سعید امامی و تیمی که قرار بوده این قتل رو انجام بده، اینا میرن خونه سیامک. اونجا وقتی میفهمه میخواد بکشنش، التماس میکنه، میگه من عروسیمه، اینا کارت عروسیمه، اینا فرستادم کارت دعوت، اینا رو نشونشون میده، ولی اینجا میکشن سیامک سنجری. یه نمونه دیگه اون خانم در واقع قائم مقامی، بله فاطمه قائم مقامی هستن که ایشون هم مشکل شخصی فلاحیانه، روابطی با فلاحیان داشته، تبدیل شده بوده یک مدتی به حالا میگن صیغه یا معشوقه دستوی، و خب این در پروژه‌های مختلف ازش استفاده کردن یا بهتر بگم سوء استفاده کردن. حتی گفته میشه، نمیدونم تا چه صحت داره، که از برای نزدیکی با بعضی از روشنفکرها، این همه مشخص نیست، ولی در میگن در پروژه های شرکت آسمان برای حمل و نقل مواد مخدر از ایشان میبینه اون رو بکشه، و خب در خیابون پاسداران تو ماشین خودش اون رو به قتل رسوندن. یا موضوع باز هم دیگه ای هست، خانم برقعی هستش در قم. ببینید ایشون در واقع از نزدیکان پور محمدی است. ببینید خواهر شوهرش زن پور محمدیه، و اینا همش اطلاعاتی بودن، حتی شوهر ایشون اطلاعاتی بوده، پدرش حزب اللهیه، خودش حزب اللهیه، همه کس و کارشون حزب اللهیه، بعد پسرعموی پور محمدیه شوهرش، همه اینا هست، منتها ایشون که مطلع میشه از فساد فلاحیان به قتل میشه. اونم چیه؟ یک خانومی بوده در کوچه اینا توی قم. این خانوم روابط بی خاصی داشته، اینجور که گفته میشه دختر ایشون، دختر این خانوم که 15 سالش هم بوده، اومدن به شکل فجیع ایشون رو کشتن و میخواستن جنازه آتشزا ریخته بودن، و بعد نصف جنازه نصف بدن سوخته بود، تا اینکه خب بچهش میاد و خاموش میکنن و هیچ جور هم نتونستن پیگیری کنن، و بعد اون زن هم بعد از مدتی به قتل رسید، همون خانومی که به اتهامی که این خانوم رو به قتل رسونده، بعدن هم حکم اعدام دادن، طرف تا آخرین لحظه فکر میکرد که میخوان آزادش کنن، اون حاج آقا گفته نه نمیکشی و نمیشه، اینا همه شکلیه، بعد هم طرف هم بردن کشتن، همه پرونده ها هم از بین رفت. ببینید یکی دوتا نیست که تو تهران در واقع زعم خودشون اراذل و اوباش رو به قتل میرسوندن. حالا خود اینا اراذل، مثلا میخوام بگم هر کی رو اون موقع فکر میکردن مشکل، و محسن نادری من خودم شخصا میشناختمش تو زندان، از زمانش دوباره تو زندان بود، اینو بشتن محسن سکسیوی، اینو جلوی خونش تو خیابون اندیشه به رگبار بستن کشتنش، اون پافتی بود اونو کشتن، چند تا دیگر رو همین داریم کشتنشون. باز یکی از همین پروژه هایی بود که فلاحیان در واقع مسئول اجراش بود، یا به قول معروف پشتش بود، و افراد مختلفی رو از صنوف مختلف اینا به قتل رسوند. بفهمین که آقای در ارتباط با فلاحیان و اطلاعات، به نظر من اطلاعات خوبی هم هست، اما قطره‌ایه، ایشون بیش از اینا میدونستن یا بیش از اینها میتونستن بنویسن، ولی خب خاطر محدودیت تو ایران، در خارج از کشور که ایشون محدودیت ندارن، و حتی اون کانال هایی که اون اطلاعات رو میدادن رو حتما ایشون دارن، میتونستن فعال کنن، میتونستن بیشتر راجع به موضوع صحبت کنن، اما دیگه زمانی که خواستن راجع به موضوع ترورها صحبت بکنن و این موضوع رو باز بکنن، راجع به قتل‌های زنجیره‌ای صحبت بکنن، هیچ جمله‌ای، هیچ کلامی در زمانی که ایشون در خارج از کشور هستن راجع به موضوع صحبت نکردن. هر بندهایی که خودشون راجع بهش صحبت کردن، سعی کردن با ایشون صحبت کنن، ایشون حاضر نشده در اون مورد صحبت کنه. راجع به اون کتاب هم من خدمتتون عرض کنم، به نظر من، من اون کتاب بالا بیاد. چرا؟ چون عالی جناب سرخپوش رو رفسنجانی معرفی کرده بود. رفسنجانی در همه جنایات رژیم دست داشته، از ابتدا تا روزی که به گور رفت. اما این خامنه‌ای بود، این بیت رهبری بود که عالی جناب سرخپوش بود. در واقع آدرس غلطی که اون داد، خامنه‌ای نیاز داشت به رفسنجانی، و عملا این رفسنجانی رو هل داد پشت خامنه‌ای، و رفسنجانی که میتونست
نقطه تعادل باشه، در واقع تمام و کمال رفت پشت خامنه ای. و اون وقتی که رفسنجانی تمام سیاست های خامنه ای رو تایید کرد، اون موقعی که رفسنجانی روزنامه ها و مجلات رو تایید کرد، اون موقعی که رفسنجانی سرکوب مطبوعات رو تایید کرد، وقتی دیگه تقریبا خامنه ای به مقصود رسیده بود، دستگیر کردن و به زندان بردن. ولی تا قبل از اون دستشون باز بود، حتی دست سید ابراهیم نووی باز بود که هر آن چی که میخوان راجع به رفسنجانی بگن و عملا رفسنجانی رو هل بدن توی دامن خامنه ای. از این بابت عرض میکنم، چون درستش این بود که خامنه ای مسئول اول همه قتلا بود و بیت خامنه ای آیت الله خوشبخت فتوا میداد، خود کسانی مثل حجازی قتل‌ها رو اداره می‌کردن، حتی زمانی که به خونه به نزد حجازی رفتن اطلاع رو به حجازی دادن، یعنی بیت رهبری. ولی خب می‌بینیم دیگه، ایشون حالا به هر دلیلی صلاح نمی‌دونستن. و بعد هم وقتی که ما بخشی از واقعیت رو بگیم یا بخشش رو بپوشونیم، تیری بزنه و عمل کنه. خیلی سپاسگزارم، وقت ما رو به پایان است. آقای مستاقی، باز هم در این مورد پرسشایی داشتم، امیدوارم در فرصت دیگری بتوانم. خیلی ممنونم ازتون. خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما. خوش شب روز هم میهنان عزیزم. خوش.